سلام به همه اعضای کانال مامیران. من پریسا قیاسی هستم، روانشناس کودک. امروز میخوام در مورد مشکلات جویدن و بلع غذا در کودکان باهاتون صحبت کنم. گاهی وقتا دیده میشه که بعضی از بچه‌ها در جویدن و قورت دادن غذا دچار مشکل میشن. وقتی غذا رو توی دهنشون میذارن، ساعت‌ها اون رو نگه میدارن و به نظر میاد که بلد نیستن اون رو به خوبی بجون یا قورت بدن. یا اینکه دائما غذا توی گلوشون میپره. یا بعضی از مادرها اظهار میکنن که من فرزندم اگه کوچکترین تکه مثلا سفت توی غذا باشه دائما اوق میزنه و من مجبورم همیشه غذا رو کاملا میکس شده بهش بدم. اولین توصیه ما در مورد همه بچه‌ها اینه که اونا رو از اول عادت به غذای میکس شده ندیم. و از همون ابتدای که شروع میکنیم غذا دادن به بچه با پشت قاشق کاملا له بکنیم غذا رو. اصلا نباید دونه درشت یا تیکه درشتی تو غذای بچه باشه، ولی غذا میکس شده نباشه. اینو به بچه بدیم و کم کم هر چقدر که بزرگتر میشه کمتر اون رو له کنیم و در واقع آروم آروم تا قبل از یک سالگی به بچه کاملا یاد بدیم که چطور میتونه قطعات درشتی که توی غذاش هست رو بجوه و اونها رو قورت بده. ولی اگه با رعایت این مطلب باز همین مشکل ما در فرزندمون ایجاد شد، این میتونه علل مختلفی داشته باشه. مثلا اینکه کودک دچار شکاف کام یا لب باشه. گاهی وقتا مشکلات مربوط به دندان باعث اختلال در جویدن و بلع کودک میشن. گاهی وقتا ممکنه بزرگ بودن زبان یا لوزه این مشکل رو به وجود بیاره. یا مثلا در تارهای صوتی کودک مشکلی وجود داره که مانع خوردن راحت غذا برای بچه میشه. همچنین بیماری هایی که اعصاب و ماهیچه ها رو درگیر میکنه میتونه به شدت روی این موضوع تاثیرگذار باشه و اختلالات زیادی رو در سیستم بلع کودک به وجود بیاره. گاهی وقتا مشکلات رشدی که قبل از تولد نوزاد بوده یا ناهنجاری هایی که در دستگاه گوارشیش پیش از تولد داشته میتونه باعث این مشکل بشه. در مواردی هم دیده شده که ریفلاکس یا در واقع برگشت اسید معده به مری میتونه باعث اختلال التهاب شدید در مری و اختلال در جویدن و بلع رو در کودکان به وجود بیاره. گاهی هم وجود جسم خارجی در مری باعث اصلی این مشکله. مثلا اینکه کودک سکه چیز رو بلیده و این توی مریش گیر کرده. به هر حال اگه میبینید که بچه شما موقع غذا خوردن خیلی بدنش رو سفت میکنه، از خوردن یا نوشیدن امتناع میکنه، غذاش خیلی داره طول میکشه، احساس میکنید در جویدن خیلی مشکل داره، دائما غذا توی گلوش میپره، یعنی بیش از حدی که ما انتظار داریم میپره، موقع غذا خوردن در تنفس و هماهنگی تنفسیش دچار مشکل میشه، مرتب غذا رو بیرون میده از دهنش یا دچار عفونت‌های مکرر تنفسی میشه، لازم حتما به پزشک مراجعه کنید و بررسی‌های لازم رو انجام بدید. پزشک آزمایشات لازم رو انجام میده تا متوجه بشه که در کدوم قسمت دهانی، مری یا معده مشکل وجود داره که جلوی در واقع بلع راحت و جویدن خوب کودک رو داره میگیره. و در نهایت لازمه که درمان‌های لازم براش انجام بشه. این درمان‌ها ممکنه که درمان‌های رفتاری باشه که توسط گفتار درمانگر انجام میشه، یا نیاز باشه کودک داروهایی رو مصرف بکنه تا این مشکلش برطرف بشه. در موارد خاصی هم گاه ممکنه که نیاز به انجام یک سری جراحی‌ها باشه. ولی به هر حال لازمه که حتما فرزند رو به پزشک ببرید، نشون بدید و آزمایشات لازم انجام بده. گاهی هم پس از بررسی کامل دیده میشه که مشکل خاصی وجود نداره و کمی رشد و بزرگتر شدن کودک کاملا این قضیه خود به خود برطرف میشه. ولی هیچ وقت نباید که بدون بررسی کامل منتظر رفع خود به خودی این مسئله باشیم. حتما لازمه که بررسی کامل روش انجام بشه و اگه مشکلی وجود داره سریعا درمان بشه و مشکل برطرف بشه. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.